استرس چیست؟ نویسنده هوشیار رزمارا. مقدمه. جهان پیوسته در حال تغییر و دگرگونی است و با سرعت و شتاب سیر تکاملی خود را می پیماید. بشر سرگشته و گرفتار در این فرایند شگفت‌انگیز سوار بر سفینه زمانه دستخوش امواج طوفانی و سرکش همچنان به پیش می رود و این سرنشین نگران و هراسیده از سرنوشت خویش همواره کوشیده از ساسکان این زورق مست را در دست گیرد و آن را از میان تنداب ها و گرداب ها به ساحل امر برساند. ولی هیهات که روزگار چندان بر وفق مراد انسان نیست. قرنها و قرنها در پی هم سپری شدند تا قرنشین عصر حجر و پارید سنگی به اسراری که در دل آهن و آتش نهفته است پی ببرد و صده های دیگر نیست که برای کتاب جهان هستی چشم برهم زدنی است و ورق خورده است تا آدمی به اختراعاتی دست یابد و بتواند بر شماری از دشمنانش یعنی بلاهای طبیعی و بیماری ها و جز اینها غلبه کند و آسمان و زمین را جولانگاه خود سازد و پای بر افلاک گذارد یا دل کوه‌ها را بشکافد و سیلاب‌ها و غرقاب‌ها را مهار کند و به زعم خود حریفانش و مدعیانش را از میان بردارد. شکی نیست که انسان تا حدودی موفق گشته بر طبیعت پیرامون خود چیره شود و با تصرف و دست‌اندوزی بر آن به شماری از آرزوهای کهنه و دیرینه‌اش برسد. اما چون به خود آمده ناگهان دریافته که همپای پیشرفت در زمینه‌های مختلف صنعتی از غافله معرفت نفس و شناخت درون و شعور باطن و معنویت بسیار عقب مانده و مشکلات و عوارض روحی و روانی وی نه تنها درمان نشده بلکه سیر قهقرا پیموده و از عصر دیرین سنگی هم فراتر رفته و به دوران توحش رسیده است. هنوز هم قبیله نشینان آن سوی کوه‌ها را خصم و حریف می انگارد و جنگ و خونریزی به راه می اندازد تا بر وسعت قلمرو خود بیفزاید و دشمنان را نابود کند. در این کشاکش بر تقلا رقابت مبارزه نبرد مشاجره و ستیزه خود افسوده و صحنه پیکار را فراختر کرده تا صید و شکار بهتر و بیشتری به چنگ آورد. همین امر بر فشار و تنش و استراب و لاجرم حرص و طمع وی افسوده و جسم و روح و جانش با افکاری منفی عجین گشته و عمر کوتاهش را صرف اندوختن مال و منال کرده تا در نهایت بهره‌ای ببرد که نامش را پوچ نهادند. افسوس که عاقبت جان بر سر ایده‌ای می‌گذارد که آن را استرس نامیده‌اند. قدرت نامرئی و زورمندی که از ازل با بشر همزاد و همراه بوده است. فشارها و ضربه ها و بار سنگین زندگی که صاحب خود را از پای در می آورد و این بار صیاد خود شکار افکار تنش‌آلود و استرس‌های خیش می شود. لذت و شادمانی و شور و نشاط هستی از دنیای او رخت بر می بندد و روز به روز حلقه فشار خود را تنگ‌تر می سازد که اگر شخص به خود نیاید و به خانه عقل ننشیند و از اعماق گرداب استرس‌های خود سر برون نیاورد هرگز روی آرامش و آسایش به خود نخواهد دید. فصل اول، استرس چیست؟ ساده‌ترین تعریف واکنش و پاسخ جسم و تن در برابر فشارهای بیرونی و درونی است که به صورت زره و سپر محافظی در می آید تا حمله های نامرئی و ناخواسته را دفع کند
و آرامش لازم را به ارگانیسم بازگرداند. آدمی همواره بر آن بوده است تا تعادل و ثبات خویش را در حالتی پایا و ثابت نگه دارد و از این رو هنگامی که به هر علتی آرامش روحی و جسمی شخص فراهم می‌خورد و یا مورد تهدید قرار می‌گیرد، در مقابل این کنش‌ها عکس العمل نشان می‌دهد. این حالت و این فرایند را اصطلاحاً جنگ و گریز نامیدند که مفهوم روشن آن فرار از برابر مخاطرات بیرونی است که فرد را وادار به گریز می‌سازد، چون توان و قدرت رویارویی با چنین تهدیدهایی را در خود نمی‌بیند و به قولی فرار را برقرار ترجیح می‌دهد تا بتواند محرک و عاملی را که باعث استرس و استراب و هراس و وحشت بیگشته مهار کند و بار دیگر موقعیت و حالت پیشین خود را به دست آورد. طرف آن که نیاکان و پیشینیان ما نیز در قرون و اعصار گذشته بر همین منوال رفتار می کردند. میلیون ها سال پیش هنگامی که قارنشینان و انسان های عصر حجر ناگهان در موضعی قرار می گرفتند که خود را در معرض خطر می دیدند، بی اختیار چرخه نیرو و گردونه قدرت خود را به کار می انداختند و بدان شتاب می دادند تا از مهلکه‌ای که زندگیشان را تهدید می کرد بگریزند و یا ناگزیر در برابر آن بایستند و دشمن خارجی را که بعدها نام استرس بر آن نهادند از پای در آورند. در این کشاکش بود که غدد درون ریز و هورمون‌های مخصوص دفاعیشان فوران می‌کرد و انسان بدوی را بران می‌داشت تا خود را آماده نبرد نماید و با سرعت بخشیدن به افکار و حرکاتش چار اندیشی کند و ضربه هایش را دقیق‌تر و محکم‌تر وارد سازد و چشمانش را بازتر کند تا بهتر ببیند و تیزتر بشنود و بلندتر بجهد و تندتر بدود. انسان قرن ما نیز همانند اجداد خود در مقابل اتفاقات و رخدادهای ناخواسته به گونه ای دچار چنین حالتهایی می شود. ضربان قلبش شدت پیدا می کند. فشار خونش بالا می رود. نفسهایش به شماره می افتد. ولی در این میان و با گذشت قرنها تنها تفاوت ما با قارنشینان در این بوده که با تجربیات و آموزه های خیش می توانیم بر استرس و تهاجمات آن غلبه کنیم و با کنش مناسب را نشان دهیم که در صفحات بعد به تفصیل درباره آنها سخن خواهم گفت. استرس مثبت و منفی. وقتی که بدن به طور طبیعی در مقابل خطرهای بیرونی و یا تنش‌ها و چالش‌ها واکنش نشان می‌دهد، آن را استرس مثبت می‌نامند. ولی هنگامی که در برابر یک فشار خارجی شدید قرار می‌گیرد که قادر به کنترل و تسلط بر آن نمی‌شود، در آن حال با نوعی تجربه ناخوشایند جسمانی، حسی و علائم مرتبط با آن آشنا می شود و در این صورت است که دچار استرس منفی می شود و به این علت است که در مورد استرس های منفی و نشانه های آن بایستی هوشیار و دقیق بود و برای آن اهمیت قائل شد. زیرا شخص اگر در موقعیت‌های این قبیل استرس‌ها آن هم به طول طولانی مدت قرار بگیرد، سیستم ایمنی بدن وی معیوب و مختل و ناتوان شده و سلامتی او دچار ضعف و ناتوانی می‌شود. تحقیقات نشان داده است که درصد بالایی از بیماری‌ها
نتیجه حمله های استرسی آن هم از نوع منفی بوده است. با تمام این اوصاف بدون استرس هم نمیتوان زندگی کرد. ولی راه و رسم کنار آمدن با استرس های روزمره را بایستی آموخت و عکس العمل های خود را با آنها تطبیق داد تا اثرات نامطلوب آنها را کاهش داد. استرس غالبا با تشویش و اضطراب اشتباه گرفته می شود. تردیدی نیست هنگامی که حکم اخراج فردی را از کار و شغلش به دستش می دهند و یا متوجه می شود که پول به قدر کافی برای پرداخت صورت حساب‌ها و بدهی‌هایش ندارد و یا به وی خبر دادند که مادرش و یا یکی از عزیزانش نیاز به عمل جراحی دارد و حالش وخیم است، مشوش و مضطرب می شود و احساس می کند که در چنگال‌های دلهره و ترسی که همان استرس است گرفتار آمده است. روشن‌تر گفته شود هرگاه انسان در برابر تغییرات و دگرگونی‌های ناگهانی قرار گیرد، واکنش استرسی نشان می‌دهد، خواه این تغییرات خوب یا بد باشد. به عنوان مثال هنگامی که شخص خانه رویایی خود را پس از مدت‌ها دوندگی پیدا می‌کند و تصمیم می‌گیرد به آنجا نقل مکان کند، تازه احساس می کند دچار حالت به خصوصی شده که عاجز از تشریح آن است یا ترفیع مقامی یافته و او را به پست بالاتری گماردند که هرگز در خواب هم نمی دیده. آنگاه احساس دلشوره و استرابی مبهم می کند که نامی بر آن نمی تواند بگذارد. به این ترتیب در میابیم که چرا استرس خوب هم میتواند استراب‌آور گشته و آرامش شخص را مختل نماید. در اینجا به اختصار به چند نمونه از استرس هایی که میتوانند بر انسان تأثیر گذارند اشاره میکنیم. استرس های هیجانی: وقتی که بحث و جدل، دلیل و برهان، مناظره، مشاجره، برخوردهای لفظی موجب تغییر و تحول و دگرگونی‌هایی در شخصیت انسان می‌شود، طبعاً ایجاد استرس می‌کند. ناخوشی‌ها: هر گونه تغییری که در احوال و مزاج و کلاً سلامتی انسان روی دهد، مثل دلدرد، کمردرد یا دردهای ناگهانی و قلنج‌ها و حتی عوارضی چون عفونت‌های پوستی و شکستگی‌ها و روی هم رفته، هر گونه اختلال و بی‌نظمی جسمی می‌تواند استرس‌زا گردد. کار زیاد از خود کشیدن: اگر روزی 16 ساعت کار می‌کنید، بدانید که به تدریج خود را در معرض خطرات استرس حاد قرار می‌دهید. طبیعی است که در این صورت قادر نمی شوید اوقات کافی برای استراحت و فراغت خود منظور نمایید و در نتیجه نیروی بدنیتان رفته رفته تحلیل می رود و آمادگی لازم برای پذیرش انواع فشارهای روانی و عصبی در ارگانیسم به وجود می آید. ولاجرم سلول‌های شکسته و ضعیف و معیوب و تخریب شده توانایی ترمیم و نوسازی دوباره پیدا نمی کنند و ضعف جسمانی همراه با ناتوانی مغزی امکان هر نوع فعالیتی را از شخص سلب می کند و در نتیجه هر کاری را که شروع می کند گویی به دری بسته می خورد و در این حالت به ماشینی می ماند که سوختش تمام شده و از حرکت باز ایستاده است. چه بسا اگر با همین حال به کار خود ادامه دهد، با ضرر و زیانهای فاحشی روبرو خواهد شد. زیرا نیروی ابتکار و ابداع و هم تسلط بر نفس خود را از دست داده است. اگر هم در صدد آن برآید تا با صرف انرژی بیشتر به کار بپردازد، بدن در این کشاکش ناچار
از صرف هزینه مضاعف برای مقابله با وضع جدید خواهد شد و بر استرس وی افسوده خواهد گشت. عوامل محیطی: دمای زیاد و سرمای شدید نیز می تواند عامل ایجاد استرس گردد. همان گونه که سموم و مواد مخدر خود به نوعی استرس تولید می کنند، تغییرات محیطی نیز می تواند عاملی برای برانگیخته شدن استرس باشد. تتون و تنباکو و مشتقات و فرآورده های آنها و مجموعاً مواد تخدیر کننده و اعتیادآور عامل مهمی در ایجاد و تولید استرس به شمار می روند و مصرف و استعمال آنها آسیب های فاحشی به اندامواره های بدن وارد می سازند و همچنین بافت ها و سلول های ظریف جسم را، ششها، نای، قلب، مغز و غیره را چنان تخریب و آلوده می کنند که زندگی را بر صاحب خود تلخ و سیاه می سازند. معتادان به سیگار، انواع بیمارهای تنفسی، گردش خون و نارسایی های قلبی و برونشیت مزمن را تجربه می کنند. مصرف بیش از حد مونوکسید کربن گاز سمی و کشنده است که از استعمال دخانیات و کشیدن سیگار ایجاد می شود و می تواند فرد معتاد را به مرور زمان مسموم کند و حتی از پای درآورد. معتادان باید بدانند که مصرف سیگار تنگی شریان ها و مویرک های قلبی و مغزی را باعث می شود و علاوه بر آسیب رساندن به سایر اندامواره ها موجب انواع سکته ها نیز می گردد. چنان که پژوهشگران برآورد کرده اند، مرگ و میر در افراد سیگاری 50% بیشتر از افراد معمولی است. این را هم بدانیم که استرس مثبت جسم را در برابر تهاجمات ناخواسته و نگران کننده بیرونی آماده می سازد و آگاهی و تحرک و جنب و جوش و فرزی و چالاکی به شخص می دهد تا خود را از مخاطره و مهلکه برهاند. ولی استرس منفی احساس بی‌اعتمادی، گریز، ترد، نفت، خشم، نومیدی و افسردگی به همراه می آورد که یا عوارضی جسمانی چون دلپیچه، سردرد، بیخوابی، بالا رفتن فشارخون، ناراحتی های قلبی و سکته ها همراه می شود یا مرگ عزیزی و یا ورشکستگی و از دست دادن کار و شغل یا به عکس تولد نوزاد و حتی دریافت سودی کلان از یک معامله و یا ناگهان به پول و ثروت و مقام و منصب و جز اینها رسیدن می تواند عامل استرس شود و تغییراتی در جسم و روح به وجود آورد که عواقب ناخوشایندی هم در بر داشته باشد. مدیریت یا مهار استرس: دیدیم که استرس مثبت آزاد ساختن نیروهای پرتحرک درونی برای مقابله و مدیریت فشارهای روانی است تا بتوان در چالش‌ها و مسابقات و رقابت‌ها شرکت کرد و در این معرکه پیروز و موفق بیرون آمد. در این برنامه حذف کامل استرس در مد نظر قرار نمی‌گیرد، بلکه راه و رسم مدیریت و کنترل آن آموخته می‌شود. جالب این که استرس در همه افراد به طرز یکسان عمل نمی کند. علت واضح است. یک واقعه و رویداد برای یک فرد می تواند غم‌انگیز و دردناک باشد، ولی همین رویداد فرد دیگری را شاد و سرخوش بسازد. پس به این ترتیب ضریب استرس در هر شخص می تواند تفاوت داشته باشد که این امر بر اساس خلق و خو و نحوه زیست هر کس متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، شخصی که دوست دارد به کارهای متنوع و جور با جور بپردازد
و از یک جا نشستن و زندگی کارمندی خوشش نمی آید بدیهی است، در صورتی که ناچار از انتخاب چنین مشاغلی شود به سرعت در برابر این حرفه واکنش نامطلوب نشان می دهد و در مقابل فشارهای روانی ناشی از این گزینه شکست را می پذیرد و عوارض و ناملایمات آن را پذیرا می شود. در بسیاری از بیماری های ناگهانی اگر ضریب تحمل استرس اندازه گیری شود، معلوم خواهد شد که پیش از پرداختن به اصل بیماری، میزان و شدت استرسی که بیمار را به چنین حالی انداخته بایستی مشخص کردد و از فشار آن کاسته شود و یا قدرت و توان مقابله با آن افزایش یابد. و به هر حال منشأ و منبع استرس معلوم گردد. کارهایی را که هر فرد می تواند انجام دهد به آنها اشاره خواهیم کرد. 1. آگاهی از عوامل استرس دا و واکنش های جسمی و روحی. مشکلات را باید شناخت و بر آنها اشراف داشت و خود را به بیخبری نزد. دشواری ها و مسائل زندگی را نمی بایست نادیده گرفت و پشت گوش انداخت و از آنها به سادگی گذشت. دقت کنید که چه چیزهایی شما را آزار می دهد و ناراحت و عصبی و نگران می کند و شخصا بر این رخدادها چه نامی می گذارید. مواظب واکنش های جسمانی خود در برابر استرس ها باشید. آیا در مواجهه با کمترین تنشی از کوره در می روید و آشفته حال و مضطرب می شوید؟ پس اگر چنین است چگونه این رفتار خود را مدیریت می کنید؟ 2. آیا قادر به تغییر و تحول در خیش هستید؟ آیا توانایی حذف و اجتناب و پرهیز از عوامل استرس را دارید؟ یا می توانید از شدت فشارهای استرس بکاهید و برای آنها مدت و زمان و برنامه بگذارید؟ آیا قادرید تا حد امکان از قرار گرفتن در مقابل حمله ها و موقعیت های استرس ها خودداری کنید؟ مثلا به مرخصی بروید و موقتا خود را از آن محیط دور کنید؟ و آیا اصولا انرژی و توان لازم برای مقابله با استرس ها را در خود میابید؟ 3. شدت حمله های استرسی را کاهش دهید. واکنش شخص در برابر استرس بستگی به برداشت وی از شدت و ضعف خطر دارد، خواه خطر جسمانی یا روانی باشد. آیا استرس ها را بیش از حد بزرگ می کنید و برای آنها ارزش و قدرت خارق‌العاده قائل می شوید؟ آیا توقع دارید همه مردم شما را دوست داشته باشند و همیشه می خواهید هر مشکلی را در دم و بدون فوت وقت و به سرعت حل کنید و با صبر و حوصله میانه ندارید و می خواهید تمام حریفان خود را از میدان بدر کنید و در تمام حوادث و اتفاقات میداندار باشید؟ به هر حال بهتر است که با مسائل و مشکلات زندگی کنار بیایید و با دید بازتر و آرامتر و معتدلتری به زندگی نگاه کنید و استرس را به صورت مشکلی در نظر آورید که میتوان با آن کنار آمد تا با آن کلنجار رفت و دست و پنجه نرم کرد و تمام نیرو و توان خود را صرف سرکوب آن نمود. هیجانات و احساسات خود را متعادل و آرام سازید و موقعیت‌های حیات را در برابر منظر خود قرار دهید و با دید و بینش منفی بر مسائل و رخدادها ننگرید. 4. واکنش‌های جسمانی خود را در مقابل استرس متعادل سازید.
با تنفس آرام و عمیق می توان ضربان قلب و دم زدن را به حالت عادی درآورد. تکنیک های ریلکس و تمدد اعصاب از تنش و کشش عضلات می کاهد و فشار خون را کاهش می دهد. داروهایی که توسط پزشک حاذق تجویز می شود نقش بسزایی در برقراری تعادل عضلانی خواهد داشت و فراگیری فنونی که قادر به مدیریت استرس ها باشد در دراز مدت شخص را از توسل به شیوه های کوتاه مدت باز خواهد داشت. 5. جسم خود را قوی کنید. در طول هفته می توان به ورزش ها و نرمش هایی پرداخت که قوت جسم و جان را سبب شود، مثل راه پیمایی، شنا، دوچرخه سواری و غیره، که با خوردن و نوشیدن غذا و نوشابه های ساده و نیرو بخش همراه باشد. مهمتر آن که نیروهای نفسانی و باطنی خود را نیز می توان با همنشینی و صحبت با دوستان و یاران و نزدیکانی که روابط و مناسباتشان استرس برانگیز نباشد تقویت کرد و در حالت تعادل و توازن نگاه داشت و بیشتر به هدف‌های اندیشید که شخص آن را برای یک زندگی آرام در نظر گرفته تا آنکه دیگران برای شما منظور نموده یا القا کرده باشند. به این موضوع توجه داشته باشید که تا آنجا که می توانید برای خود دوست و رفیقی مشوق و دلسوز باشید و برای خیش احترام قائل شوید و خود را دوست بدارید که با این شگرد قادر به مدیریت و سلطه بر استرس ها و فشارهای روانی خواهید داشت. چه اندازه استرسی هستید؟ نکته ظریفی که در این موضوع وجود دارد این است که همه مردم در بین دو قطب مثبت و منفی استرس سرگردانند، ولی طنز قضیه اینجاست که برای بهره‌مند شدن از یک زندگی عادی و معمولی حتما به استرس نیاز خواهیم داشت. ساده ترین مثالش آن که هر صبح که از خواب بیدار می شویم اگر استرسی نداشته باشیم حتی قادر به بیرون آمدن از رخت خواب نخواهیم شد و اصولا یک زندگی فاقد استرس بسیار کسل کننده و ملال‌آور خواهد شد. احساس تنش، دلشوره و دلهوره‌ای که بر جان ما می افتد تا فلان کار را هرچه زودتر انجام دهیم و همین فشار و کشش است که ما را به جنب جوش وامی دارد و نیروی در کار بودمان می دمد تا از آنجا برخیزیم و به دنبال کارهایمان برویم و برای حیات و هستی خود معنا و مفهومی قائل شویم. فصل دوم، مدیریت بحران یا جنگ و گریز. اکنون می دانیم که انفجارهای کوتاه مدت استرس می تواند مفید و پربار بوده و اساساً آسیب و زیان و خطری در بر نداشته باشد و شاید بی آن که خود بدانیم در زندگی روزمره به نحوی با آن هماهنگ و سازگار گشته ایم و نام آن را جنگ و گریز نهاده ایم. در این کشاکش باطنی و درونی آدرنالین و هورمون‌های دیگری که در بدن جاری می شوند ما را قادر می سازند تا با مشکلی که پیش آمده رویارویی کنیم. همانند روزگارانی که اجدادمان سر در پی شکارهای خود می گذاشتند و ناگزیر از تندتر دویدن و چالاکی بیشتری برخوردار می شدند. ولی استرس منفی که نقطه متضاد استرس مثبت است در دراز مدت می تواند ارگانیسم و جسم را در معرض حمله های زیانبار و چه بسا مهلک خود قرار دهد و به صورت عوامل و علتهای سکته های قلبی و مغزی و بیماری های دیگر درآید
و یا به ایجاد سندروم های پوستی و اختلالات خواب و بی‌نظمی های دستگاه گوارش و جزء اینها منجر شود. در این صورت مهار چنین استرسی لازم و ضروری می گردد. عارضه‌ای که در قرن 21 تقریبا تمام ساکنان شهرهای صنعتی و پرجمعیت را مبتلا و درگیر کرده است. نشانگان استرس. علائم استرس بیشمار است، ولی شایع‌ترین آنها عبارت است از بیخوابی یا خوب و خوش نخوابیدن، تمرکز ضعیف، تحریک پذیری و زود خشمی، خوردن چای و قهوه زیاد و استعمال سیگار و مواد مخدر و مصرف الکل و عوارض آنها، ناتوانی در تصمیم گیری، نومیدی و افسردگی ناشی از این حالت، تپش قلب غیر عادی، احساس لقمه در گلو یا سر شکم، خوش شدن دهان و لرزش خفیف دست ها، فشار خون بالا، آسم و تنگی نفس، عرق کردن کف دست ها، ضعف سیستم ایمنی بدن، احساس مداوم و ناخوشایندی که ممکن است حادثه‌ای اتفاق بیفتد و از این رو امکان نشستن و آرام گرفتن و ریلکس برای شخص میسر نباشد. دردهای مفصلی، بالا و پایین رفتن وزن، ناباروری در زن و مرد، وزن پایین در نوزادانی که از مادر استرسی متولد شده باشند. علامت‌های خطرناک. نشانه‌هایی که می‌آوریم می‌توانند خطرآفرین باشند و حتماً بایستی با پزشک معالج در میان گذاشته شوند. درد قفسه سینه که در گردن و بازوها انتشار پیدا می‌کند و به صورت فشار، چلاندن و کوفتگی باشد. بلع غذا به دشواری صورت گیرد، به خصوص اگر نان و گوشت باشد. گویی لقمه در گلو چسبیده است. کاهش ناگهانی وزن به ویژه اگر با اختلالات گوارشی همراه باشد. ضربان و تپش قلب به خصوص به هنگام خواب و استراحت. احساس مرگ و یا خودکشی. ریزش مو. مواردی را که در زیر می آوریم نشانه هایی است برای کسانی که از آستانه تحمل استرس گذر کردند، ولی در این حال نیاز به کمک و همراهی بیشتر دارند و نمی بایستی مشکل خود را دست کم بگیرند. زندگی برای این افراد لذت و شور و نشاط خود را از دست داده است، ولی اینان برای آن که از قافله عقب نمانند سعی می کنند همرنگ جماعت شوند. ارتباط صمیمانه با دیگران به دلیل استرس فراوان دچار اشکال شده است. خشم خود را به کمترین بهانه‌ای بروز می کنند و ناامید و افسرده هستند. سیگار از دستشان نمی افتد و الکل را هم بهانه کردند تا زندگی بیروح خود را شادی مصنوعی ببخشند. میل جنسی رو به کاهش نهاده، خود را خوار و بیمقدار می شمارند و ارزشی برای خیش قائل نمی شوند. گفتیم که استرس لحظه ای از انسان جدا نمی شود و به طور دائم شخص را مورد حملات خود قرار می دهد. ولی در وهله نخست بایستی کانون و منشأ این ضربات را پیدا کرد و با اندکی تمرین به مقابله و مدیریت آنها پرداخت.
منشأ استرس. استرس دارای چند کانون یا منشأ اصلی است: محیط، آب و هوا، سر و صدا، ترافیک، توقعات اجتماعی مانند الزامات و تعهدات اجتماعی، خود را عرضه کردن، قید و بندها، وظایف جسمانی و فیزیولوژیکی مثل رشد، بیماری، سالخوردگی و حوادث. نشانگان احساس و هیجان. علائم احساس و هیجان نیز همانند علائم جسمانی سمت خاص خود را دارد، مثل اضطراب و افسردگی که می تواند با استرس اشتباه شود و چنین تشخیصی بر عهده روان درمانگر کارآزموده است. ضمن اشاره به نشانه های استرس روحی، خاطر نشان می سازیم که بی توجهی به این موضوع می تواند عواقب ناگواری را در پی داشته باشد و بر کسب و کار و بهداشت جسم و روح و روابط خانوادگی و انفرادی و اجتماعی فرد تأثیر نامطلوب بگذارد. عصبیت، استراب، خلق و خوی افسرده، از این شاخه به آن شاخه پریدن، تحریک پذیری، ملول و بیروحی بودن، اشکالات یادگیری و حافظه، کمبود تمرکز ذهنی، آشفتگی و بی‌نظمی فکری، احساس بی ارادگی، افراط و تفریط، ترس‌های غیر عقلانی و واکنش‌های تند و نابجا و بیمورد، رفتارهای غیر عادی و هنجارهای غیر طبیعی در موقعیت‌های استرسی می‌تواند به ایجاد برخوردهای شدید و نابهنجاری‌های منجر شود که حتی در مناسبات اجتماعی و شغلی و کار و یا روابط زناشویی و دوستانه افراد تأثیر بگذارد. فردی که زیر فشارهای روانی و استرسی قرار می‌گیرد ممکن است چنین واکنش‌هایی را نشان دهد: مشاجره و جر و بحث و سفسطه و مغلطه، انزبا و کنارگیری از فعالیت‌های اجتماعی، برخوردهای تند با همکاران و حتی کارفرمایان، عوض کردن شغل و کار و کاسبی به طور مکرر، از این شاخه به آن شاخه پریدن، عصبی و آتشی بودن حین رانندگی، خشونت در محل کار و در خانه، برف دوختگی و از کوره در رفتن. بروز استرس در هر فرد متفاوت است. مثلا بعضی از اشخاص هر بامداد با این فکر چشم می گشایند که با ترافیکی که پیش رو خواهند داشت چه کنند، و همین خیال آنان را دچار دلهره و استرس می سازد. حالان که گروه دیگر بیان که برای این موضوع اهمیتی قائل شوند و آن را بزرگ کنند، اوقاتی را که درون ماشین و پشت چراغ قرمز و ترافیک سنگین سپری می کنند، به شنیدن موسیقی سیدی، شنیدن گفتارهای شاد رادیویی می پردازند و سعی می کنند بر خود سخت نگیرند. اینان به تجربه دریافتند که اگر سطح توقعات خیش را پایین بیاورند، زندگی برایشان ساده تر و شادتر خواهد شد و فشارهای برونی و درونی آن را تحمل خواهند کرد. به نمونه هایی از عوامل استرسا اشاره می کنم: اوضاع جهان و مملکت و یا اصولاً جامعه‌ای که شخص به آن تعلق و وابستگی دارد، حوادث غیرقابل پیش‌بینی و غیر مترقبه، محیطی که فرد در آن زندگی یا کار می‌کند، کار و شغل و حرفه شخص، خانواده و فامیل. استرس به این عوامل نیز می‌تواند بستگی داشته باشد: رفتارها و هنجارهای غیر مسئولانه، عدم مراعات بهداشت فردی، خلق و خو و احساسات منفی،
توقعات غیر معقول و بیش از حد کمالگرایی. استرس های ناگهانی می تواند در اثر حوادث و رویدادهایی به وجود آید که شخص آمادگی مقابله با آنها را نداشته باشد، مثل تصادفات اتومبیل، اخراج از کار، مجروح شدن فرزند در برابر چشمان و غیره. طبیعی است که بدن و ارگانیسم با گذشت زمان آرامش نخستین خود را به دست می آورد و فرد مجدداً بر نفس خیش مسلط می شود. استرس مزمن. استرس مزمن استرسی است که شخص مبتلا در آن موقعیت به تدریج و طی ماها و شاید سالها زیر بار فشارهای آن قرار می گیرد. علتهای شایع و عمومی و مشترک در مورد استرس مزمن را می توان به شرح زیر خلاصه کرد. فقر و تنگ دستی، تشویش ها و دلهوره های ناشی از فقر، مناسبات و روابط غلط و معاشرت های ناجور فامیلی و خانوادگی، مراقبت مستمر از یک عضو بیمار خانواده که مدت هاست اسیر رخت خواب شده است، برخورد های ناسالم و انتخاب شغلی که برخلاف علاقه و میل شخص باشد، بدون کار و شغل ماندن و بیکاری به مدت طولانی، برگزیدن اعتقادات و باورهای عجیب و غریب، مثلا دنیا محل خطر و تهدید است و یا اینکه شخص در همه احوال بایستی کمالگرا بوده و هیچ عیب و نقصی در کارش نباشد. تجربه های تلخ و دردناک. چه بسیار کسان که تجربیات گرانسنگ و سخت زندگی خیش را امری عادی می انگارند، حالان که نمی دانند در دام استرس مزمن افتادند و با آن خو گرفتند و آن را به صورت جزئی از شخصیت خود درآوردند. غافلند از اینکه با این روش خیش باعث اختلالات و دگرگونی هایی در ترشح هورمون های مغزی و درون‌ریز خود گشتند که حتی هیجانات و احساسات خیش را نیز دچار تغییرات و نوساناتی غیر طبیعی ساختند. آنگاه زمانی فرا می رسد که سوژه در برابر این فشارهای طولانی و دیرپا واکنش‌های ناخوشایندی نشان می دهد که جا دارد به آنها اشاراتی داشته باشیم، مثل چاقی مفرط، بیماری‌های قلبی، سرطان‌ها، افسردگی، کم اشتهای عصبی و یا سوء تغذیه، اختلالات وسواس‌گونه و اضطراب و تشویش، افراط و تفریط در تمام هنجارها و رفتارها، زخم‌های گوارشی، دیابت، زیاده‌روی در بهره‌گیری از غریزه جنسی، کار کردن غیرعادی غدد درون‌ریز و تیروئید، کم شدن و ریزش موها، بیماری‌های لثه و دندان و غیره. سوای اینها، استرس در دراز مدت می تواند شخص را دچار رفتارهای غیر طبیعی جنسی و بی‌نظمی‌های ناشی از آنها بسازد و دستگاه ایمنی ساز بدن را با اختلال و با اختلال روبرو کند و به مرور زمان شخص را در برابر عوارضی چون سرماخوردگی، آنفولانزا، خستگی و جز اینها آسیب پذیر سازد و همچنین دستگاه گوارش وی را یکسره مختل کند و حتی فرد را به سوی خودکشی براند. این دلایل بایستی هر کس را بران دارد تا به اهمیت علائم استرسی پی ببرد و برای مواجهه با آنها از شناخت و آگاهی فزونتری برخوردار شود. اکنون دیگر می دانیم که عوامل استرس تا چه اندازه می تواند بر سلامتی جسم و روح انسان تأثیر بگذارد و چگونه می توان آنها را آزاد کرد تا ارگانیسم نیز با آرامش قرین گردد. استرس، ترس، استراب. ابتدا به تفاوت بین ترس و استراب می پردازیم.
ترس توسط تهدید و یا بهتر بگوییم نوعی محرک خارجی ایجاد می گردد، حالان که استراب از درون تولید می شود که این دو را به هر حال می توان با دارو و تمرین های مخصوص درمان کرد. ولی استرس که ساختاری پیچیده دارد قادر از سیستم ایمنی بدن را تخریب کرده و همانند آتش زیر خاکستر همچنان فعال و سوزان و قابل اشتعال باقی بماند. این را هم باید بدانیم که فشارهای زندگی تماماً زیان‌آور و مهلک نیستند، به شرط آن که راه و روش رویارویی با آنها را دانسته و آموخته باشیم. جالب آن که به موجب تحقیقاتی که اخیراً صورت گرفته است، هورمون‌های استرسا در کوتاه مدت می توانند موجب تقویت و افزایش سلول‌های سیستم ایمنی بدن شوند تا با همین فرایند بتوانند با سلول‌های معیوب و مخرب و عفونی درگیر شوند و در نهایت آنها را نابود کنند. ولی مشکل از آنجایی شروع می شود که فرد به طور مداوم در برابر حمله‌های استرسی قرار بگیرد و در نتیجه سلول‌های سالم مسئولیت‌ساز بدن شروع به تخریب و نابودی سلول‌های سالم نماید. از آن بدتر اگر هورمون‌های استرسی ناسالم که در دراز مدت و به مقدار زیاد در ارگانیسم باقی بمانند، بسا که دستگاه ظریف و پیچیده حافظه را با اختلال و پریشانی و آشفتگی مواجه کنند و عوارضی ناخوشایند بر جای گذارند. هرچند که خوشبختانه این عارضه زودگذر و قابل درمان می باشد، به شرط آنکه تشخیص به موقع صورت گرفته باشد. مرحله حمله و خطر زمانی است که فشار روانی و بیرونی باعث می شود تا آدرنالین و کورتیزول در ارگانیسم افزایش پیدا کند و جریان خون از مغز متوجه عضلات شود و رشته‌های عصبی که به صورت واسطه برای رساندن اطلاعات از مغز به سایر اندام‌واره‌ها مثل دستگاه گوارش و جنسی فعالیت می‌کنند، دچار ضعف و سستی و ناتوانی و کندی گردند. حال اگر استرس تداوم داشته باشد، منابع و ذخیره های انرژی رو به کاهش می گذارد و تحلیل می رود و بدن در حالت هشدار و خطر باقی می ماند که اولین عارضه آن خستگی مفرط می باشد که در پی آن تشویش و اضطراب به وجود می آید و قدرت تمرکز کاهش پیدا می کند و در نتیجه امکان عمل و کنش از شخص سلب می شود و یا به عارضه‌ها و ناخوشی‌های جزئی و مختصر منجر می‌گردد. و البته اگر این حالت استرس ادامه پیدا کند، عوارض وخیم‌تری به دنبال خواهد آورد که شایع‌ترین آنها ناراحتی‌ها و اختلالات گوارشی است که با دلپیچه و جز اینها شروع می‌شود. زود خشمی و عصبیت و از کوره در رفتن و پیشداوری های غیر منصفانه و غلط و سفسطه ها و استدلالات ضعیف و بیپایه و بی ارادگی و دمدمی بودن نیز از نتایج آن خواهد بود که جسم و روح را توامن تحت تأثیر قرار می دهد. بدیهی است که واکنش های بدن در مقابل استرس همیشه خطرآفرین و ناسالم نمی باشد، چرا که ارگانیسم اصولاً در برابر استرس سر سازگاری و تحمل دارد و همان گونه که قبلاً نیز خاطر نشان ساختیم، انسان را بران می دارد تا در رویارویی با حوادث و رخدادهای غیر مترقبه به عکس العمل‌های مناسب مبادرت کند تا به نحو شایسته و بایسته از واقعه و حادثه‌ای که با آن مواجه گشته خلاص شود و جان سالم به در ببرد.
ولی همان گونه که برشمردیم، این امر و این پدیده زمانی برای جسم و جان مخاطرآمیز می شود که مداومت داشته باشد و به درازا بیانجامد و مزمن گردد. اگر استرس دست کم گرفته شده و برای آن اهمیتی قائل نشده باشیم، روشن است که به صورت عامل مخرب روح و جسم در می آید و هر دو را از درون مورد حمله و آسیب قرار می دهند. عکس قضیه نیز صادق است که اگر برای استرس جایگاه و منزلتی خاص در نظر گرفته شود، می تواند به صورت یار و یاور نیرومندی درآید و چه بسا فرد گرفتار را از مخمصه و تنگنا نجات دهد و حتی بر ابتکار و خلاقیت و فرزی و چالاکی او در مقابل با دشواری ها بیفزاید. هیچگاه از یاد نبریم که ریلکس و استراحت و تمدد اعصاب یکی از بهترین روش هایی است که می تواند استرس منفی را مهار کند و به خدمت شخص درآورد و جسم و جان و روان او را از هر تنش و استراب و فشاری آزاد سازد. ضمناً ناگفته نماند که هر استرسی که تعادل و توازن جسم را برهم می‌زند، الزاماً نمی‌تواند در زمره استرس‌های منفی به شمار آید. به عنوان مثال، هنگامی که وظیفه خطیر یا اجرای پروژه سنگین را به عهده می‌گیریم، ناچار می‌شویم بر فعالیت‌ها و تلاش‌های خود بیفزاییم و انرژی بیشتری را مصرف نماییم. طبیعی است که این جهد و کوشش و تلاش فوق‌العاده را نمی‌توان به حساب استرس بد نهاد و یا به عبارت بهتر تن‌پروری و کاهلی پیشه کرد و از هدف و مقصود دور شد. تکرار می‌کنیم که استرس جزئی از حیات انسان است و از آن جدا نیست و حسب کامل آن امری محال است و هرگز چنین کاری توصیه نمی‌شود. ولی بهترین پیشنهاد این است که در تمام احوال با کنترل و نظارتی که بر جسم و جان خود به عمل می آوریم، شدت و ضعف استرس و میزان آن را اندازه‌گیری نماییم و خوب و بد و مثبت و منفی آن را تشخیص دهیم و از هم تفکیک کنیم. استرس را معمولاً واکنش‌های جسم و روح در مقابل فشارهای بیرونی و عصبی معنا کرده‌اند که تهاجم مفرد و زیاد از حد آن باعث ایجاد دردها و ناخوشی‌های گوناگون روحی و جسمی می‌شود که شمه‌ای از آنها را برشمردیم. به هر حال با بهره‌گیری از استرس مثبت و به کار بستن تمرین‌هایی که در صفحات بعد خواهیم داد، می‌توان هم نوع استرس خیش را شناخت و هم از شدت دردهای ناشی از این قبیل عوارض کاست. عملی که تنها با مدیریت استرس میسر می شود و مثل هر مهارتی نیاز به تمرین و پشتکار و اراده دارد. فصل سوم، تفکر مثبت و عقلانی در رویارویی با استرس. شناخت افکار برای مقابله با افکار منفی و عواقب استرس‌های آن، نیاز به استفاده از ابزارهایی داریم که مهمترین آنها شناخت فکر و طبقه بندی آن است و سپس بهره‌گیری از تفکر مثبت و تفکر عقلانی. شناخت فکری تکنیکی است که به وسیله آن می توان ترس‌ها، اضطراب‌ها، دلهره‌ها و کلاً افکار منفی خود را شناخت و آنگاه با کمک ابزارهایی چون تفکر مثبت و عقلانی به جنگ آنها رفت و پراکنده و تارمارشان کرد. ابتدا به کالبد شکافی ترسی که از آن نام بردیم می‌پردازیم. شخصی که دچار این حالت ترس یا فوبیا شده است، از آینده خود بیناک است و این خوف و هراس باعث می‌شود تا خود را دست کم بگیرد
و به خاطر خطاها و اشتباهاتی که مرتکب شده خیشتن را سرزنش و ملامت نماید و نسبت به توانایی ها و قابلیت های خود دچار شک و تردید شود و همواره در انتظار شکست و ناکامی و چشم به راه بدبختی مصیبت و واقعی تلخ و دردناک میماند. در واقع این هجوم افکار منفی است که اعتماد به نفس وی را تخریب و متزلزل می کند و مهارت های ذهنی او را فلج و بی‌اعتبار می سازد. مشکل اصلی در مورد افکار منفی طرز نفوذ و شیوه رسوخ آن به ذهن و ضمیر است که پس از تأثیری که بر آن می نهد دوباره به جای نخستین باز می گردد و تنها نشانه ها و مفاهیمی از خود به جای می گذارد. و اگر ما آنها را به چالش نخوانیم و در صدد اصلاح و تصحیح آنها بر نیاییم، طبعاً به همان صورت باقی می ماند و اثرات سوء آنها هرگز خنثی نخواهد شد. در واقع توسط شناخت افکار است که می توان نیروهای ذهنی خیش را ملاحظه و مشاهده کرد و از آنها در درون نسر آگاه شد. به عنوان مثال می توان حادثه استرس‌زا را در خاطر مجسم کرد و به افکاری که در این باره به سر راه داده می شود امکان داد تا هر طور که صلاح می داند در این باره تفکر کند. به عبارت بهتر، هیچ فکری را از خاطر پاک نکرد و در آن هیچ تعدیدی به عمل نیاورد و فقط مراقب آن بود و مسیر و نوسانات آنها را یادداشت کرد. روش دیگر مطالعه و تحقیق و نوشتن استرس هایی است که در طول شبانه روز شخص را مورد حمله های خود قرار می دهد. این برنامه ها را می توان به مدت 2 هفته ادامه داد و حتی استراب ها و ترس ها و موضوعات ناخوشایند و خاطرات تلخ و دلهره و افکار منفی را نیز در گنجاند. پس از سپری شدن این مدت که برای ترسیم و ثبت این وقایع استرس آور و ناگوار منظور نموده اید، طبعا به این نتیجه می رسید که با آنالیز و تحلیل یادداشت‌های روزانه خود می توانید وجوه مشترکی بین افکار منفی و مخرب خود بیابید و روش‌هایی برای مقابله و رویارویی با آنها پیدا کنید. به این ترتیب شناخت افکار نخستین گام در فرایند مدیریت افکار منفی می باشد. افکاری که تا این زمان از چند و چند و کیفیت آنها غافل و بیخبر مانده بودید. تفکر عقلانی روش دیگر شناخت افکار منفی از طریق یادداشت‌ها و تفکیک و ملاحظه و بررسی و چالش آنها با روش تفکر عقلانی است. یعنی با پرسشی که از خود می‌کنید می‌توان این گونه پندارها و اندیشه‌ها را از قلمرو تفکر خود محو و حذف کرد. مثال: از خود می‌پرسید که آیا این فکر عقلانی به نظر می رسد؟ آنگاه با بررسی نکاتی که ثبت کرده اید به نمونه هایی از افکار منفی که توجهتان را به خود جلب کرده برمی خورید. احساس بیکفایتی و نداشتن لیاقت و شایستگی در کار و شغل. احساس نگرانی و تشویش از اینکه کارهایتان را به خوبی انجام نداده اید. اضطراب ناشی از این موضوع که تلاش ها و مساعی شما به عللی که خارج از کنترل شماست بی‌ثمر گشته است. نگرانی ها و اضطراب های ناشی از قضاوت دیگران در مورد کار و حرفه‌ای که دارید. حال به بررسی و تبیین یکایک این افکار منفی می پردازیم. احساس بی‌لیاقتی و عدم شایستگی. آیا در این سمت و شغلی که دارید آموزش لازم را دیده اید؟
و در این مورد تحصیلاتی داشته اید و عقلاً و منطقاً قادر به انجام وظایف آن بوده اید؟ آیا از تجارب کافی برخوردار هستید؟ آیا برای اجرای وظایفی که بر عهده دارید برنامه ریزی کرده اید و آمادگی کافی داشته و به قدر کافی تمرین کرده اید؟ اگر تمام این کارها را انجام داده اید، پس چرا خود را لایق و با کفایت و با لیاقت نمی شمارید؟ احساس نگرانی و نارضایتی از کاری که بر عهده دارید. آیا دوره آموزشی لازم را برای مقابله و اجرای کار و شغلی که دارید گذرانده اید و در این مورد به خوبی تعلیم دیده اید؟ آیا به منابع و اطلاعات کافی از کار و حرفه‌تان دسترسی دارید؟ آیا اوقات خود را تنظیم نموده اید و گروه همکاران خود را با دقت انتخاب کرده اید؟ آیا آمادگی لازم را برای ایفای وظایفی که به شما محول شده در خود می‌یابید؟ حال اگر پاسخ ها منفی است، بیدرنگ بایستی تمام این کمبودها را جبران کنید و در صدد رفع آنها برایید. ولی اگر جوابتان مثبت است، پس هیچ دلیلی برای نگرانی و اضطراب ندارید و می‌توانید با اطمینان و علاقه به کار خود ادامه دهید. رویدادها و اتفاقاتی که از حیطه قدرت انسان خارج است. آیا تا به حال برای حوادث و وقایع پیش بینی نشده برنامه ریزی کرده اید و از آمادگی لازم برای رویارویی آنها برخوردار هستید؟ اگر پاسخ مثبت است، در این صورت برای حل مشکلات و مسائل غیر مترقبه و مواجهه با آنها از نیروی لازم و ضروری بهره‌مند هستید. نگرانی در مورد واکنش‌های اطرافیان. اگر همواره آماده برخورد با مشکلات گوناگون هستید و چنین توانی را در خود سراغ دارید و اطمینان دارید که کارتان را به نحو احسن انجام می‌دهید، در این صورت هیچ دغدغه و نگرانی از بابت اظهار نظرها و حرف ها و سخنان مردم نخواهید داشت. در این صورت به زندگی و کسب و کار خود با خیال راحت ادامه بدهید و به شایعات و یاوه ها و بدگویی های دیگران اعتنایی نداشته باشید. اگر باطنن مطمئن هستید که به خوبی از عهده کارها برآمده اید و عقل و خرد و منطق را به کار گرفته اید، طبیعی است که هیچ تشویش و دلهره‌ای از بابت دیگران نباید به دل راه دهید، زیرا اطرافیان و نزدیکان نیز جواب رفتار و کردار شما را خواهند داد و طبعا واکنش ایشان خوشایند و مطلوب خواهد شد. ولی اگر احیانا با عکس العمل ناپسند و نابهنجار شماری از اینان روبرو شدید، به این ترتیب با واقعی مواجه گشتید که از سیطه قدرت و سلطه شما خارج بوده است، که در این گونه مواقع بهترین واکنش و رفتار بی اعتنایی و عبور از ماجرایی است که شاهد آن شده اید و با یا سخنانی است که شنیده اید یا به گوشتان رسیده. چرا که به هر حال اگر با افرادی نامهربان و دشمن خو طرف هستید، مصلحت در این است که اینان را به حال خود رها کنید و سر خویش گیرید و پی کار خود روید. در این گونه مواقع شایسته تر آن است که خود دلسوز و یار مشوق و ناصح خود باشید و به صورت یک مربی، راهنما یا مشاور با خویش رفتار کنید. نگاهی به سیاهی افکار منفی خود که در این مدت یادداشت کرده اید بیندازید و این انگاره را مجسم نمایید که دوست خردمند و دانا و بی‌طرف این گفته ها را نوشته است و آنگاه از این منظر به قضاوت بنشینید. در این صورت با فکر باستر و روشنتر خواهید توانست در مسند داوری قرار گیرید و اصلاح لازم را در اعمال و افکار خود به عمل آورید. به هنگام چالش و درگیری با افکار منفی، بایستی از قدرت تشخیص ایده ها و افکار غلط
و درست برخوردار باشید و بتوانید سره را از ناسره تشخیص دهید و بفهمید که هر فکر چه جوهره و پیامی در خود دارد و افکار منفی را در جهت درست سوق دهید و از کجراه به در آیید. نیروی تفکر مثبت. افکار مثبت که معمولاً با عقلانیت، برهان، منطق و استدلال درست همراه است، میتواند افکار منفی را تصحیح کرده و با قدرت با آنها تعامل و برخورد کند و فرصتها و امکانات مفید و مؤثری به وجود آورد که یکی از این موارد ساختن و نوسازی و ترمیم و احیای اعتماد به نفس از دست رفته است. شیوه مثبت اندیشی قادر است به جنگ خرابی هایی که تفکر منفی ایجاد کرده برود و ساختار نیروهای نفسانی را دگرگون سازد و افکار منفی را یکسره پراکنده و تارمار کند و این امر هنگامی از قوه و قدرت مضاعفی برخوردار خواهد شد که در زمان حال صورت پذیرد و از پشتوانه احساسی و هیجانی نیرومند و مناسبی برخوردار شود. در زیر به ذکر نمونه های چند می پردازیم تا بدانیم که نیروی تفکر مثبت تا چه اندازه از اهمیت برخوردار می باشد. احساس بی‌لیاقتی. آیا برای این کار و شغلی که بر عهده دارم به قدر کافی آموزش و تعلیم دیدم؟ پاسخ: من به قدر کافی تجربه اندوختم و ابزار لازم و همچنین منابع مناسب را در اختیار دارم و برای هر رخداد آماده هستم و از پس آن برخواهم آمد و کارم را به نحو احسن انجام می دهم. احساس نگرانی از بابت درست اجرا نکردن کارها. پاسخ: من از این حس هیچ دلشوره‌ای ندارم، چون با برنامه ریزی که انجام دادم مطمئنم کارها به خوبی پیش می رود و جای نگرانی نیست. اصل و اساس مشکل را درک کردم و راه حل آن را هم می دانم و وقت و فرصتش را هم دارم و در صورت لزوم به منابع مورد احتیاج رجوع می کنم و هر مانعی را که از پیش پا بر می دارم و از هر جهت برای انجام وظایفی که بر عهده دارم حاضر و آماده هستم. مسائل خارج از کنترل. پاسخ: من آمادگی کامل دارم تا با مسائلی که ناگهانی و غیر مترقبه روی دهد برخورد کنم. پیشبینی های لازم را هم انجام دادم و می دانم چگونه به موقع از این ابزار یا افراد استفاده کنم. احساس نگرانی از قضاوت و واکنش های مردم. پاسخ: من برای هر واکنشی کاملا آماده هستم و کارم را به بهترین وجه انجام می دهم. مردم خوب و مهربان و صادق برایم احترام قائل هستند و با روش‌های عاقلانه و ترفندهای حرفه‌ای می‌توانم از عهده هر اتفاق و حادثه‌ای برآیم و جواب هر مشکل و مسئله‌ای را که پیش آید می‌دانم. روشن است که در جریان تقابل با افکار منفی و پیامدهای ناشی از آن به کسب تجاربی ارزنده نائل خواهید شد که در طول زندگی حرفه‌ای و انفرادی یار و مددکار شخص خواهد گشت و در خواهد یا که در کشاکش زندگی چگونه از آموزه‌های افکار مثبت خود استفاده کند و بهره بگیرد و مهارت‌های لازم را در رویارویی با کسب و کار و شغل و پیشه‌اش کسب کند و در ارتباط و تماس با آدم‌هایی که با آنها سر و کار پیدا می‌کند چه تجربه‌هایی به دست آورد و
به هر حال همواره در خاطر داشته باشید که این فرصت‌ها و موقعیت‌ها جزئی از تمرین‌های تفکر مثبت است که راه روشن و هموار زندگی را نشان می‌دهد. این نکته را هم در نظر داشته باشید که مثبت اندیشی همیشه بایستی با عقل سلیم همراه باشد تا اثرات پربار و مفید و مؤثر خود را بر جای گذارد و آشکار سازد. دیگر اینکه منظور و هدف از سخت کوشی و تلاش و جدیت چیست و مقصود کدام است تا نیروی تفکر مثبت راه رسیدن به آن را سریع‌تر و عمیق‌تر سازد. خلاصه مطالب: چگونه میتوان افکار منفی را به چالش دلوید و از پهنه ذهن و ضمیر پراکنده ساخت؟ شناخت افکار به شخص کمک میکند تا به کیفیت و جوهره ایده و فکری که در سر دارد پی ببرد و مثبت و منفی آن را از هم تشخیص دهد و خاطرات تلخ و دردناک و زجرآوری را که در اعماق نفسانیات وی رسوب کردن محو و نابود سازد و بار دیگر اعتماد به نفس در هم ریخته و بی‌بنیان خیش را مرمت و نوسازی کند. تفکر عقلانی، تکنیکی که توسط آن میتوان افکار درست و غلط را از هم تشخیص داد و به گزینش افکار مثبت مبادرت نمود. تفکر مثبت روشی است که با آن میتوان ایده ها و هنجارهای مثبت را به سر راه داد تا با افکار منفی و سیاه مقابله نمود و پس از پراکندن آنها به ترمیم اعتماد نفس خود پرداخت. طبیعی است که در این لحظه‌گذر از فرصت ها و موقعیت هایی که در اختیار شخص قرار میگیرد میتوان بهره ها برد و تجربه ها آموخت. فصل چهارم: استرس شدید و استرس خفیف. چه تفاوتی بین استرس شدید و خفیف وجود دارد؟ تا به حال آنچه گفته شده درباره استرس هایی از نوع خفیف و تعریف های مرتبط با آن بوده است، ولی استرس های بالا یا شدید که حمله های آن در کوتاه مدت یا دراز مدت سیستم های ایمنی بدن و دستگاه های گوارش و قلب و تنفس و غیره را به طور ناگهانی از کار می اندازد و حتی حافظه را هم دچار اختلال می کند، در اینجا مورد بحث قرار می گیرد. نکته قابل ذکر این که استرس اصولاً با استراب اشتباه می شود، زیرا علائم آنها مشابه یکدیگر می باشند. استرس معمولاً با استراب همراه است و رفع آن نیز همزمان صورت می گیرد. از این رو وجه تمایز زیادی بین این دو نمی توان قائل شد. با این حال جا دارد به این نکته اشاره کنیم که حالت استراب همراه با استرس بیشتر در امتحانات، کنکورها، آزمایش‌های رانندگی و بعضاً بازجویی‌ها و دادگاه‌ها عارض شخص می‌شود. هر کس این حالت‌ها را بارها در طول زندگی آزموده و تجربه کرده است و یا شاهد تشویش و دلهوره دیگران گشته است. این نکته را هم ناگفته نگذاریم که داشتن اندکی استرس بیش از امتحان و موارد مشابه لازم و ضروری خواهد بود تا دقت و تمرکز شخص از حدت و قدرت بیشتری برخوردار گردد و از رخوت و رکود به در آید تا به وی کمک کند و آمادگی کافی برای شرکت در آزمون را پیدا نماید و حافظش بازتر و روشنتر شود. ولی اگر این حالت به مدت طولانی ادامه پیدا کند، می تواند نتیجه معکوس ببخشد و تمام محفوظات و معلومات او را از ذهنش پاک کند. این تجربه را بسیاری از افراد در سر جلسه امتحانات کسب کردند
که مطالبی را که بارها خوانده و حفظ کرده‌اند ناگهان با استرسی که دچارش می‌شوند تمام آموخته‌های خود را از یاد بردند و این حالت در آنان تداوم یافته است و آنگاه هر قدر هم بر حافظه خود فشار وارد آوردند بیشتر در گرداب یأس و ناامیدی فرو می‌روند و اوقات کوتاه و گرانقدر آزمایش را با کلنجار رفتن با خود و معلومات سفید خیش سپری می کنند. بارها اتفاق افتاده که شاگردان زبده و ممتاز ورقه سفید داده و از سالن امتحان خارج شدند و شگفتا که تا پای بیرون نهادند تمام پاسخها را به یاد آوردند، ولی جز افسوس خوردن و در آن احوال کاری از دستشان بر نیامده است. فرایندی که شخص در این گونه مواقع با آنها رویارویی پیدا می کند بسیار ساده است که اگر به مکانیسم آن پی ببرد مقابله با آن دشوار نخواهد بود. اساساً آدمی هنگامی که احساس می کند در معرض تهدیدی خواه جسمی، روحی، هیجانی و احساسی قرار گرفته، بخشی از مغز وی شروع به دادن علامت ها و اخطارهایی می کند تا سوژه متوجه شود وقایعی در شرف انجام و تغییرات و دگرگونی هایی در راه است. در این هنگام ارگانیسم واکنش های لازم و ضروری را نشان می دهد. ضربان قلب شدت پیدا می کند، هورمون های استرسی وارد جریان خون می شوند و به همین علت گردش خون به طرف مغز و دستگاه گوارش کاهش می‌یابد و در آن موقعیت خون زیادتری به سوی عضلات روان می‌شود. این امر برای شخصی که در معرض حمله و خطر قرار گرفته می‌تواند مفید و مؤثر باشد تا واکنش مطلوب و شایسته و فیزیکی را نشان دهد، ولی برای فردی که نیاز به تفکر دارد مفید فایده نخواهد بود و کمکی به وی نمی کند. به این ترتیب است که با آزاد شدن هورمون های استرس در گردش خون حافظه شخص دچار عوارض منفی می شود و کارایی خود را از دست می دهد. پژوهشگران طی آزمایشی که بر روی چند داوطلب انجام دادند به این نتیجه رسیدند که با افزودن هورمون های استرسی یا همان کورتیزول به خون قابلیت و توانایی یادآوری و کلاً حافظه سوژه کاسته می شود و هر قدر این میزان تشدید گردد حافظه افت و کاهش فزونتری پیدا می کند. جالب آن که هنگامی که این مواد از سیستم مغز فرد خارج شود قدرت و استعداد حافظه و تفکر وی به حالت نخستین در می آید. از این آزمایش می توان دریافت که چرا شخص در سر جلسه امتحان تمام معلومات خود را از یاد می برد و پس از آن که از محیط استرسا خارج شد همه چیز را به یاد می آورد. هرچند که امتحانات و کنکورها به صورت کنونی نمی تواند معیار صحیحی برای اندازه‌گیری دانش و اطلاعات شاگرد و دانشجو متقاضیان استخدام و سایر داوطلبان محسوب شود، ولی منکر هم نمیتوان شد که این رویه در جهان از دیرباز معمول و مرسوم بوده و ملاک و معیاری برای درجه بندی تحصیلات و گرفتن جواز قبولی به شمار آمده است. ریلکس و آرام سازی. ریلکس یا آرام سازی روح و جسم در انواع استرس ها می تواند کارساز شود و در بسیاری از موارد اثرات آن از اثرات دارویی نیز بیشتر می باشد. نخستین تکنیکی که شخص برای رفع استرس باید به کار برد از بین بردن تنش های جسمانی است که الزاماً بایستی در وهله نخست با آرامسازی چرخه تند افکار همراه شود. سپس به اجرای این تمرین ها بپردازیم. تمرین پاها و عضلات بدن.
روی صندلی بنشینید و به پاهای خود نگاه کنید. نفس عمیق بکشید و در ریه ها نگاه دارید. نفس خود را حبس کنید. پس از آن آرام نفس را از سینه خارج کنید و پاها را شل نموده این حرکت را دوباره تکرار کنید. سپس این تمرین را با ساق پاها انجام دهید و آن را شل و راحت کنید و مثل تمرین قبل عضلات آن را آزاد سازید. این حرکت را برای سایر عضلات بدن انجام دهید تا به عضلات آرواره و فک و پوست به سر و جمجمه برسید. تمرین تنفس 3-8 8-8-8. وقتی که نفس عمیق می کشید غالبا متوجه استرس بدن خود خواهید شد. به هر حال مثلثی را در پیش روی خود مجسم کنید و یا با انگشت چنین شکلی را تصویر نمایید و در همان حال به شمردن بپردازید. با تنفس عمیق هوا را به ریه ها بفرستید و تا شماره 8 بشمارید. آنگاه نفس خود را حبس کنید و دوباره تا 8 بشمارید. پس از آن نفس خود را بیرون دهید و باز تا 8 شماره بشمارید. این تمرین را چند بار ادامه دهید تا خود را کاملا آرام احساس نمایید. تنفس شکمی. این حرکت را معمولا کودکان انجام می دهند. به پشت بخوابید و دست ها را روی شکم بگذارید و نفس های عمیق بکشید که شکمتان بالا و پایین برود. 2 دقیقه تمرین کافی است تا واکنش های استرسی به پایین ترین سطح خود برسد. آه کشیدن. در این تمرین نفس را از گلو خارج کنید به طوری که نفس از گلویتان خارج شود و به صورت آه عمیقی درآید. ارتعاش ساقه مغزی که نرمترین قسمت مغز را تشکیل می دهد و وظیفه کنترل تنفس و فشار خون را بر عهده دارد حالت نرم و ملایمی پیدا می کند. پژوهشگری که در این مورد تحقیقات ارزنده‌ای انجام داده و کتاب تأثیر موزارت را نگاشته پیشنهاد می کند که در این تمرین صداها و اصوات مختلفی را چون او وای و مشابه آن را تجربه کنید تا دریابید کدام یک تأثیر بهتر و آرام کننده تری بر جای می گذارند. تکنیک بتیلرکسون یا تکنیک خود هیپنوتیزمی. تکنیک بتی اریکسون یا تکنیک خود هیپنوتیزمی. چشم ها را ببندید و 5 شی را که هنوز در کانون دیدتان حضور دارد نام ببرید. همچنین اصواتی را که می توانید بشنوید و 5 چیزی را که می توانید حس کنید به زبان آورید. سپس 4 تای آنها را نام ببرید و در پی آن 3 شیعی و 2 و عاقبت 1 شی. آنگاه از حالت خرسه بیرون بیایید و چشمها را باز کنید و یا فقط 2 شیعی را که می توانید ببینید و بشنوید و حس کنید اسم ببرید. بعد از 3 شیعی و 4 شیعی و 5 شیعی شروع کنید. تصویرسازی در خیال. با بهره‌گیری از این تکنیک می توانید در عالم تخیلات وارد دنیای دلخواه خود بشوید و به نقاطی سفر کنید که آرزوی رفتن به آنجاها را داشتید. در این گشت و گذار خیالی به کمک نیروی تخیل خلاقه خیش وارد صحنه‌هایی خواهید شد که جسم و جانتان را آرامش خواهد بخشید و استرس را از کالبد و ارگانیسم خود پاک و محو خواهید کرد. اگر این تمرین را به درستی انجام دهید به سیر و سفر در بهشت خیالی خود پرداخته و روح را از تنگنا و محدودیت و انواع فشارهای عصبی آزاد کرده اید. 1. راحت بنشینید و سعی کنید از هر تنشی خود را رها سازید.
نفس عمیق بکشید، دقت کنید که از فرق سر تا نوک پاهایتان کاملا آرام باشد. می توانید از موسیقی ملایم و دلنشین هم استفاده کنید. 2. چشم‌ها را ببندید یا روی دیوار سفید مقابل را نگاه کنید. 3. در خیال خود مکان و محلی را انتخاب کنید که دوست داشتید به آنجا بروید. 4. خود را در آن مکان تصور نمایید و احساس کنید و ببینید که پاهایتان روی زمین آنجا قرار دارند. 5. دقیقا متوجه شوید که در جلو و مقابل شما و در پایین پاهایتان و در سمت راست و سمت چپ و بالای سرتان چه چیزهایی هست و سپس برگردید و پشت سر خود را نگاه کنید. 6. به طرف همان نقطه و مکانی بروید که دوست داشتید در آنجا استراحت و ریلکس کنید. 7. همانجا بنشینید و یا دراز بکشید. 8. چیزهایی را که میبینید از نظر بگذرانید. سایه ها، رنگ ها، شکل ها، نماها، نورهایی که آنجا را روشن میکند و چه حرکت هایی در آنجا هست. 9. به صداها و اصواتی که میشنوید به دقت گوش دهید. بادها، پرندگان، حیوانات، کودکان، بزرگترها، آب، سکوت، همهمه و هیاهوی شهر، کشتیها، اتومبیلها و جز اینها. 10. چه بوهایی در هوا به مشام میرسند؟ گلها، گیاهان، عطر عطرکلون، هوای پاک و تازه، رایحه آشپزخانه. 11. آیا چیزی هست که با آن بتوانید تغییر ذائقه دهید؟ خوراکی، نوشیدنی، طعم شوری در هوا، شیرینی عصاره گلها. 12. چه احساسی دارید؟ وزش نسیمی خنک و یا پارچه زبر و زمختی که آن را لمس می کنید؟ چه چیزی گرم است و چه چیزی سرد است و چه چیزی نرم و یا سفت است و آیا مرطوب است و یا خشک؟ 13. به همین حالت ریلکس بنشینید و افکار خود را آرام سازید. 14. اکنون چه احساسی دارید؟ بگذارید تا این احساس شیرین و لذت بخش در جانتان رسوخ کند و شما را از حالت پرتنش و آزاردهندهی که از دیدن نقاطی که مایل به رفتن به آنجا نیستید به در آورد. نکته مهم در رویارویی با استرس این است که واکنش های استرسی نمی بایستی طولانی و مزمن باشد که در این صورت زیان آفرین خواهد بود. به هر روی جا دارد که با عوامل و علتها و معلولهای استرس آشنا شویم و از شناخت و از آنها شناخت پیدا کنیم و به علائم و نشانه های استرس بی توجه نمانیم و آنها را در نطفه خفه نکنیم و از آرامسازی روح و جسم غافل نمانیم و بدانیم چگونه به تمرین های تنفسی بپردازیم و همچنین از نیروی تخیل خود بهره بگیریم و بناظر رویایی و دلخواه خیش را در خاطر مجسم نماییم و تا می توانیم ترس و استراب را در خود از بین ببریم و از ابزارها و روشهایی استفاده کنیم که برای مبارزه با استرس به کار گرفته شده است. ضمناً جا دارد اشاره کوتاه به نشانه های عمومی استراب و استرس به خصوص برای شاگردان و دانش آموزان و دانشجویان و مجموعاً برای کسانی که در جلسات امتحان و کنکور و غیره شرکت می کنند داشته باشم تا بر وقوف بر آنها به مقابله با عوارض ریشه‌ای آنها بپردازیم. عصبیت شدید
تحلیل پذیری و حالت خشم، خوف و هراس، با شروع امتحان و متعاقباً حالت یأس و ناامیدی. ناتوانی از به خاطر آوری مطالبی که شاگرد پیش از ورود به جلسه آنها را به خوبی می دانسته و از حفظ بوده است. خمیازه کشیدنهای مکرر، روش اکسیژن رسانی شدید به مغز، دلپیچه، حمله های آسم و تنگی نفس، سردرد، عرق کردن بدن و بالا رفتن فشار خون، بیخیال و بیقید گشتن و سایر شرکت کنندگان را مسخره کردن و برای من که اهمیت ندارد تمام شاگردان کلاس احمق و کسل کننده هستند و تظاهر کردن به بیخیالی در حالی که دلش مثل سیر و سرکه می جوشد. بعد از تمام شدن امتحان احساس تقصیر و گناه، خشم یا ناامیدی و افسردگی، دیگران را مسئول و مقصر شمردن، به فکر خودکشی افتادن و خیالات بیهوده به سر دادن.